سلام عرض میکنم خدمت همه شما دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. امیدوارم حال همتون خوب باشه، سالم و سرحال و سلامت باشید. مهدی هستم، ادمین کانال، با یه محتوا و ویدیو جدید دیگه در خدمت همه شما رفقای گل هستیم. در این محتوا میخوایم به چند تا از مقولات و مسائلی که این هفته آقای ایرج مصداقی در گفتگوی هفتگیشون با تلویزیون میهن تیوی بهش پرداختن و اشاره کردن بپردازم که خیلی خیلی مهمن. اما قبل اینکه بخوام به این مسائل اشاره کنم، باید عرض کنم که اتفاقاتی و بهتر بگم موزگیری هایی در سخنان این هفته آقای مصداقی وجود داشت که یه بار دیگه باعث شد از صمیم قلبم به دوستی و همصحبتی با این مرد شریف افتخار کنم، و اونم رعایت انصاف و اخلاق حتی در برخورد با افرادی بود که هیچ پیوند عقیدتی و عاطفی باشون نداشته و ندارن، اما راضی نشدن که بخوان اونها رو لجنمال کنن، علارغم اینکه موقعیتش براشون ممکن و فراهم بود، به خصوص در این هفته و جو جامعه هم بر ضد این افراد که حالا از ذکر نامشون فعلا میگذرم. اگر فرصت شد حتما مثالهاش رو در فواصل برنامه خدمتون عرض خواهم کرد. اما برگردیم سر موضوع اصلی. اولین فردی که میخوام در موردش حرف بزنم و آقای مصداقی هم مفصل این هفته بهش پرداختن، شخصی به نام شاهینلو که تصور میکنم معرف حضور اکثر قریب به اتفاق شماها دوستان باشه. در اینجا نمیخوام خیلی به بیوگرافی این فرد و سوابق حرفه‌ای و به اصطلاح هنری و سیاسیش بپردازم، چون نه اونقدر شخصیت مهمیه و نه تصور میکنم واقعا وقت شریف شما اینقدر بیارزش باشه که بخواد با شناخت فردی به نام شاهینلو تلف بشه. و اگر الان میخوام به بهانه صحبت‌های آقای مصداقی در مورد این فرد صحبت بکنم، تنها و تنها به خاطر انقلاب ملت ایران و نگرانی از خدایی نکرده به خطر افتادن جان بچه‌های داخل ایران، بچه‌های معترض که به خیابان‌ها میرن، رفتن و قراره که در سالگرد انقلاب مهسا هم یا در سالگرد کشته شدن زنده یاد مهسا امینی هم به خیابان ها برن. تنها و تنها دلیلی که این محتوا رو در مورد شاهینلو به حال فکر کردم که آماده بکنم فقط این نگرانی بود، نه بیشتر. اما در اینجا همونطور که عرض کردم میخوام فقط به بعضی از جنگکاری های این آقا از زمانی که انقلاب مهسا متولد شد بپردازم، که همین قسمتش هم اتفاقا محل انتقاد اصلی آقای ایرج مصداقی بود. من سعی میکنم در حین روایتی که از فعالیت های شاهینلو خدمتون بیان میکنم، صحبت های آقای مصداقی رو هم به فراخور موضوع مورد بحث خدمتون تقدیم بکنم. اما الان میخوام چند خطی درباره این آدم و اعمالی که در این مدت انجام داده و تقریبا اکثریت قریب به اتفاقش به ضرر جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بوده بپردازم. شاهین زحمتکش یا همون شاهینلو، متولد 26 خرداد 1362، عضو سابق بند موسیقیایی تی ام بکس و همینطور مدیر یا صاحب اصلی سایت قمار یا شرط بندی 69 بت که به همراه پیام صادقیان، بازیکن سابق تیم پرسپولیس، این سایت شرط بندی یا بهتر بگم این سایت کلاهبرداری رو اداره میکنن و مسئول بدبخت کردن ملت و تینیجرایی به خصوص بودن که به این دو چهره مثل پیام صادقیان به خصوص اعتماد داشتن. به حال اینها زمانی فوتبالیست بودن، خیلی ها به خاطرشون استادیوم میرفتن، هورا میکشیدن و این جماعت متاسفانه با سوء استفاده از اعتمادی که این جوانان و نوجوانان بهشون داشتن، با راه اندازی این سایت های قمار و شرط بندی غیر قانونی باعث شدن که واقعا بعضی ها هستیشون رو از دست بدن.
بچه ها لایوم پاک شد، توضیحات حالا داده بودم بازم میدم بهتون. این سال صفر تا صدش برده، خودم مال خودم کلی هزینه کردم، لینکش آماده شده گذاشتم اون زیر، بکشید بالا ثبت نام کنید، لینکشو گذاشتم بچه ها براتون، بکشید بالا بازی کنید. صفر تا صدش با خودمه، هیچ نگرانی نره، فلپ خودم واریز میکنم، همین دیگه، بکشید بالا پول داشتید میشه جونتون. بچه ها درباره بونوس و سوال شده بود که هیچ نگرانی نیست شاهین. بچه ها فردا، حالا امشب عضو بشید حساب کاربریتون رو درست کنید، از فردا بونوس و جوایز خیلی خیلی خوبی داریم، اونو فردا اعلام میکنیم بهتون. بچه ها خیلی سوال میپرسید، خب خیلی خوشحال میکنم اینقدر سوال میپرسید، ولی به خاطر حجم زیاد کاربر یکم شاید سیستم ارور بده، به خاطر اینکه خیلی الان حجم کاربر زیاد شده، ولی برای فردا کلی بونوس و هدیه داریم، اینو لطفا تو رو خدا نپرسید، عاشقتونم. بعد یکم صبور باشید، سیستم به خاطر حجم زیاد کاربر ارور میده، عاشقتونم، فداتون شم. آقای شاهینلو ایشون در 12 سالی که اومده دانمارک درس نخونده، تحصیل نکرده و دنبال کار کاسبی بودن و بعد دیجی بوده و الان هم یک سایت شرط بندی داره. سایت شرط بندیش هم با اون پیام صادقیان، فوتبالیست تیم پرسپولیس، سابق پرسپولیس. پیام صادقیان یه استعداد فوتبالی ایران بود، بسیار بسیار آدم مستعدی بود در فوتبال، همان رو این سهه میذاشتن، منتها افتاد پای خلافکاری، افتاد توی مسیرهای نادرست و خیلی زود فوتبالش تموم شد. میدونید خیلی زود فوتبالش در 20 چند سالگی تموم شد. مسلمان، صادقیان، یه پاس خوب در محوطه جرمه، موقعیت هست برای خلافکاری و توی دروازه، گل برای تیم پرسپولیس. چه پاسی داد صادقیان، انصافاً چه پاسی داد پیام صادقیان، تصویر آرسته رو خواهیم دید، فوق‌العاده کار کرد، با بیرون پای راست خودش مواج فرستاد توپو به درون محوطه جریمه و اینم شادی هواداران سرخپوش در ورزشگاه تختیه انزلی. ببینید پاس پیام صادقیان رو چقدر قشنگ بود درون محوطه و خلعت بری هم که توپو به قعر دروازه میفرسته تا از اینجا به بعد بازی جذابتر هم بشه. هنرنمایی صادقیان رو ببینید، پاس گلش قشنگتر از این گل بود که خلعت بری به ثمر رسوند. از زاویه دیگه ببینید که چیکار کرد صادقیان و خلعت میانی. یک بار دیگه پرسپولیسی ها، این بار روی ضد حمله صادقیان، خودش تند و تیز پا به توپ جلو میاد، خود صادقیان میبره به راست، پر سپن سین سالی توی دروازه، توی دروازه. پرسپولیس سنت بردن در ورزشگاه آزادی رو همچنان حفظ میکنه. روی قرار عالی پیام صادقیان کردیم، کشیدن مدافعین، معطوف شدنش به سمت او و نهایتا پاس عالی که داد برای سید صالحی و ضربه سرزر به سید صالحی به تو سرداش یک و دو کنه. اعتراض دارن و اعتقاد به خطای هند دارن. صادقیان اونجا چجوری میره تو سینه آیا اکبریان، یک کارت قرمزی بهش نشون میده. موقعیت هست برای خلط کنی و توی دروازه، گل برای تیم رو در روی یک دروازه‌بان با تجربه. صادقیان چقدر خون سرد میزنه. پیام صادقیان خوب میزنه، چه گولی زد. همچنان دنبال خلافکاریاشه و حالا سایت شرط بندی داره و میدونید اینا که سایت شرط بندی دارن به خصوص در ایرانی ها، اینا یه مش آدم های علاف خلافکارن که دنبال این چیزا میفتن و زود پول به دست بیارن، ملاحظه میکنید، و دنبال پول یا مفت بدون تلاش و کوشش خاصی هن و اینکه جیب ملت رو خالی کنن و جیب ملت رو بزنن. یکیش همین آقای شاهین بود.
و شاهینلو نقش بسیار پررنگی در به آتش کشیده شدن زندگی بسیاری از این جوونا داشت. اما این آقا از زمان تولد انقلاب مهسا به صورت کاملا ناگهانی خودجوش تبدیل میشه به یه چهره کاملا سیاسی و برانداز و ضد جمهوری اسلامی، فردی که تا قبل از حوادث مربوط به انقلاب مهسا هیچ رد پا و نشانی از موضع‌گیری سیاسی در سراسر زندگی مجازیش حداقل ما شاهد نبودیم و تنها بساط دختربازی و عرق‌خوری و یه سری خزعبل به نام موزیک ازش صادر شده بود و خیلی ها با این موزیک به هر حال شاهینلو رو میشناختن. البته شاهینلو خانواده کاملا سیاسی داشته و حتی پدرش اونطوری که خودش در یه مصاحبه میگه در دهه 60 توسط جمهوری اسلامی اعدام میشه و مادرش هم در اون دهه در زندان بوده و شاهین رو در زندان حتی به دنیا میاره و تا 5 سالگی شاهین به اتفاق مادرش در زندان بودن و البته بعدها به کشور دانمارک مهاجرت میکنن و در اونجا پناهنده میشن و زندگی جدیدی رو آغاز میکنن. تا حالا از خودت نگفتی رو بگیم، مثلا شاید تو بچگی تو خانواده زندان به دنیا آمدن من از توش یه سر میدونن نمیدونم کجا؟ اوین میتونی وارد شیم اگه دوست داری سیاسی مشکلی که برای خانواده دیگه اومده میدونه دیگه چیزی به خصوص اگه دوست داری خودت یه خورده راجبش زیاد نمیخوام چیز کنم توش بدم، ولی شما مثلا خانواده هم دوست داشته باشم، ولی پدرم رو اعدام کردن، مادرم 5 سال زندان بود، دیگه زندان به دنیا اومدیم دیگه. دیگه یعنی شما زمانی که متولد شدید توی زندان اوین بودی؟ بله. و الان پسری که توی زندان اوین متولد شده توی این جایگاه، توی این لول داره زندگی میکنه. خب به افتخار میتونم بپرسم تا چند وقت بودی توی زندان بودی؟ 5 سال دیگه بودیم میرفتیم میمونیم دیگه، مامانم چون زندان بود. ولی کلا حالا از اون بگذریم، ماها خیلی سختی کشیدیم وقتی که مهاجرت کردیم به کشور دانمارک. 5 سال پناهنده بودیم ما، یعنی همه فکر میکنم ما خیلی راحت زندگی خیلی سخت کشیدیم. اما شاهینلو در حوادث انقلاب مهسا شروع کرد به فعالیت های میدانی علیه جمهوری اسلامی با همکاری چند نفر دیگه مثل آقای بهراد توکلی. در زمانی که هنوز خیابون‌های ایران بسیار شلوغ بود و معترضین خیابون‌ها رو فتح کرده بودند، اونطوری که شاهین خودش اذعان می‌کنه با بچه‌های داخل کشور که در خیابون‌ها حضور داشتن ارتباط برقرار می‌کنه و با دادن یه سری مشاوره اشتباه که حالا در ادامه بهتون میگم چرا اشتباه و صدمن یغاز که اکثرشون واقعاً منجر به آسیب رسیدن به این بچه ها شد، اهم از دستگیری و حتی کشته شدن، به زعم شاهین این فعالیت ها رو انجام داده بود تا این انقلاب رو در حد خودش بتونه زنده نگه داره. نقطه قوت کار تو اون شبکه‌ای هست که در داخل کشور داری و در واقع میتونی اونها رو سازماندهی بکنی. این شبکه سازی داخل کشور چجوری کار میکنه؟ ببین الان خب اصلا چیدمانش فرق کرده، حالا بهش میرسیم جلوتر، ولی از طریق لیدرها، از طریق امینایی که داشتیم تو این مدت و بیشتر روی هوش و شجاعت بچه‌ها بوده. میگم ماها کسی نیستیم، فقط سعی کردیم سازماندهی شده بریم جلو و با کمک دوستان توی هر شهری بتونیم یک سری نیرو داشته باشیم و حالا اون پیغام یا حالا چی بهش میگن اون طرح تا تاکتیکی که داریم رو بتونیم عملی بکنیم. ولی شبکه‌ای بوده بیشتر فامیلی توری رفتن جلو بچه‌ها، مثلا چون یعنی چی فامیلی توری بیشتر؟ یعنی اینکه مثلا من یه لیدر، ما یه لیدر داریم و اون لیدر سعی میکنه اول امینش رو انتخاب بکنه، میره مثلا پسرعموش رو انتخاب میکنه یا پسرخالش رو انتخاب میکنه، همینجوری گسترش پیدا میکنه توی اون منطقه یا توی شهر. اینجوری ما شبکه سازی میکنیم. حالا اگه منظور تو درست فهمیده باشم. نه درست داری اشاره میکنی. این در واقع گستردگیش چطوره در نقاط مختلف ایران؟ تمرکز رو نقطه خاصی هست یا در واقع در نقاط مختلف کشور؟ توی همه اکثر شهرها، یعنی 90% شهرها رو الان مشرفیم بهش که بتونیم مثلا حرفمون رو برسونیم و بچه‌ها عمل کنن.
بیشتر تهران، چون تهران نقطه اصلیمونه دیگه. راضی بودی از عمل کردتون تو این چند ماه؟ راضی که سختیش واسه اون بنده خداست دیگه، سختیش واسه اونه. ماها یه جور دیگه سختی و کمخوابیشو میکشیم، هرس و جوششو، تا واقعیتش یه دونه لیدر بیاد خونه پوریا شب خوابمون این برای جدی میگم باید بیاد تکس بده که من رسیدم. حالا هزار تا اتفاق هم میفته این وسط، میگم باید با گریهشون گریه کنیم، با خندهشون بخندیم، خیلی بالا پایین. اما این آدم از اونجایی که نه سواد سیاسی داره و نه هیچ گونه تجربه سیاسی، اونم در مقام یک کنشگر، اونم در مقابل دستگاه عریض و طویل آدمکش و جنایتکار سرکوب جمهوری اسلامی، به خصوص دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، تقریبا واقعا روزی نبود که این آدم یه سوتی ند. و این سوتیاش هم همونطوری که عرض کردم باعث گرفتاری بچه های داخل ایران نشه. اگه بخوایم خوشبینانه به فعالیت های شاهینلو نگاه کنیم و نگیم که عنصر همکار دستگاه امنیتی است، باید بگم که از روی کم عقلی و عدم تجربه این مشکلات رو برای بچه های داخل ایران به وجود آورده. در این مدت البته بسیاری از فعالین سیاسی نسبت به اعمال شاهینلو هشدار دادن و مخصوصا بچه های داخل رو از همکاری با این جاندار لومپن برحذر داشتن، مثل همین آقای ایرج مصداقی که بارها و بارها در مورد شاهینلو و به اصطلاح ارتش مردمیش همکارانش صحبت کرد. اگر خاطرتون باشه در گفتگوی اختصاصی که کلاب هاوس پارسی با آقای ایرج مصداقی هم داشت به شاهینلو پرداخت و مفصل در مورد این فرد صحبت کرد. اگر فرصت بشه من سعی میکنم قسمت‌هایی از صحبت‌های آقای مصداقی در اون برنامه رو هم خدمتون در این محتوا تقدیم بکنم. اینا راه افتاده بود ارتش مردمی، ما خانواده همه رو داریم سازماندهی میکنیم، خانواده همه با هم یکی ریخ دستگیر میکنن، بقیه خانواده راه و ادامه میدن از این مزخرفات و جفنگی. من همون موقع و بعد اینا رو کی پروموت میکرد؟ متاسفانه خانم یاسمین پهلوی. من همون موقع هشدار دادم تو همین برنامه، گفتم شما مسئولید، مسائلی که بعدن پیش میاد شما مسئولید، نکنید این کار رو. نمیشناسید، وارد یه بازی نشید، توی صحنه تجربه ندارید، وارد این بازی ها نشید، چون شما مسئولید، مسئول ضربات بعدید، مسئول قربانی میشید، مسئول خونها میشید. من میدونم پشت این خون خوابیده، من مومو تو این راه سفید کردم، من دستگاه امنیتی رو میشناسم و میدونم تحت عنوان این شاهینلو و امثالهون چه ضرباتی میزنه، چه خونها ممکنه ریخته شه، چه خونواده ها ممکنه عزادون بشن. اینا کشکه، اینا دروغه، اینا حقبازیه. آخه یه آدم علاف بیکاره یه نمیدونم سایت شرط بندی داره، مگه این میتونه تو ایران جنبش را بندازه؟ مگه این میتونه سازماندهی بکنه؟ من آره ما تا نصف شب نخوابیدیم، همه تیمامون تا نیومدن تو خونه ما. آقا اگر راست بگه که نمیگه، اگر راست بگه که نمیگه، وصل به وزارت اطلاعاتی مسخرت دارن میکنن. تو ابله هم فکر میکنی داری اکسیر میکنی، دارن بهت میخندن. خب حالا ایشون بیاد مسخره تر اینه که آقای پوریا زراعتی و ایران اینترنشنال میرن سراغ این آدم، و مسخره تر اینه که اینو پخش میکنن و اجازه پخش میدن به این خزعبلات. اینا مسئولیت میاره، اینا خونه، اینا بازی با مردمه، اینا بازی با احساساته، اینا کسای ساده دل رو میتونه تو تور دستگاه امنیتی بندازه و شماها همه مسئول. خب دوستان، قبل از اینکه بریم بعضی از نکات منفی و مهم کارنامه کاری شاهینلو یا مبارزاتی شاهینلو پس از انقلاب مهسا رو با هم دیگه مرور بکنیم، اگه خودش این صحبت های منو میشنوه، خود شاهین که هیچ، اگه نمیشنوه امیدوارم دوستانش به هر حال این قسمت رو حداقل بهش نشون بدن که گوش بکنه. من واقعا دشمنی با شاهین ندارم و چون میخواستم این محتوا رو آماده بکنم و بسازم، خیلی از ویدیوهاش رو دیدم، به خصوص زمانی که هنوز
وارد این وادی ها نشده بود. از نظر من به نظر میرسه تو واقعا خیلی پسری باشه که دوستانش لذت ببرن از دوستی کردن باهاش و بچه مهربانی هم باشه و به اصطلاح رفیق بازم به نظر میاد که هست و من مطمئنم به خصوص برای پسرها یه همچین شخصیتی یه دوست دوست داشتنی و مطلوب هست. اگر اینجا من آقای مستاقی و دیگران دارن از شاهینلو و رفقا و تیمش انتقادی میکنن، خب قاعدتا پدر کشتگی نیست، با توجه به شخصیتش هم شاید اگر در موقعیت دیگری بود واقعا من این افتخار رو بر خودم میدونستم که حتی با این آدم دوستی بکنم. اما در وادی قدم گذاشته شاهین که پیوند خورده با جون بهترین فرزندان این مملکت، ازش خواهش میکنم حداقل در بحث فراخوان‌ها و در نشر بعضی از اخبار بچه‌هایی که به خصوص در داخل زندان هستن یه تجدید نظر اساسی بکنه و نگاه بکنه که ممکنه بعضی از این اخبار و نشر بعضی از اخبار فیک باعث بشه که جون اونها در خطر بیفته، پروندهشون سنگین‌تر بشه و خودتون میدونید که و خودش میدونه که ما با یه حکومت جبار جنایتکاری طرف هستیم که افتخار میکنه به جنایتش و برای جنایت خودش خیلی راحت هم توجیه شرعی میاره و هم توجیه قانونی. پس با یه همچین حکومتی ما باید خیلی حواسمون باشه که چطور داریم قدم برمیداریم در راه مبارزه باهاش، چطور داریم به طور مثال فراخوان صادر میکنیم. این فراخوان آیا این فراخوان کمک میکنه به بچهای داخل خیابون یا باعث میشه که زیر ضرب نیروهای امنیتی قرار بگیرن، باعث میشه که بیشتر سرکوب بشن، خدایی نکرده کشته بشن، چششون بیشتر کور بشه. به هر حال من از شاهین خواهش میکنم، اینو داخل پرانتز خواستم بگم، که این تجدید نظر رو بکنه و این محتوا و این انتقادات رو حمل بر پدرکشتگی و حسادت و اینها نذاره. خب همونطوری که گفتم میخوایم چند تا از موارد منفی کارنامه سیاسی شاهین رو با همدیگه مرور بکنیم. اگه خاطرتون باشه در روز تولد زنده‌یاد کیان پیرفلک، پویا مولایی‌راد یکی از اقوام کیان و مادرش توسط نیروی انتظامی کشته شد به اتهام دروغ زیر گرفتن سروان انتظامی محمد قنبری با خودروی شخصیش. دقیقاً همون ساعت اول این اتفاق تلخ و کشته شدن پویا بود که شاهینلو به همراه پوریا زراعتی خبر دروغ زیر گرفتن این مأمور انتظامی توسط پویا رو رسانه‌ای کردن و باعث شدن هم جمهوری اسلامی بهانه‌ای داشته باشه برای رسانه‌هاش که چرا پویا رو کشتن و هم امکان دادخواهی رو به صورت کلی از خانواده زنده‌یاد پویا مولایی‌راد بگیرن و از همه مهمتر باعث شد که بانو ماه منیر مولایی‌راد مادر شجاع کیان پیرفلک تحت شدیدترین فشارهای امنیتی قرار بگیره، طوری که حتی امکان برقراری ارتباط با مردم از طریق اینستاگرامش رو هم از دست بده. در حین صحبت‌های بنده توییت های شاهینلو و پوریا زراعتی رو در پیوند با این موضوع دیدید که براتون بیان کردم، با همین موضع‌گیری ها باعث شدن که واقعا خون این بچه یعنی پویا مولایی‌راد رو جمهوری اسلامی اینطور بتونه به نفع خودش مصادره بکنه. یک منبع نزدیک به خانواده پویا مولایی‌راد درباره شیوه کشته شدن او به ایران اینترنشنال گفت که پویا در مسیر روستای پدری خود در پرچستان ایزه با ایست و بازرسی ماموران مواجه می شود و به دلیل سرعت بالا و قرار داشتن در پیچ با یکی از آنها برخورد کرد، اما با توقف کمی جلوتر از خود رو پیاده شد و هدف تیراندازی قرار گرفت. رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی روایتی متفاوت با این منتشر کردند.
در چنین شرایطی نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، ضمن سناریو سازی علیه خانواده کیان پیرفلک، خواستار برخورد با مادر کیان شد. امروز دوشنبه نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی، صابرین نیوز، رسانه نزدیک به نیروی قدس سپاه، تسنیم و خبرگزاری فارس نزدیک و وابسته به سپاه پاسداران از جمله رسانه‌هایی هستند که در واکنش به کشته شدن پویا ملایرات، پسرعموی ماه‌منیر ملایرات، با انتشار متن‌های مشابه پرونده‌سازی علیه مادر کیان پیرفلک رو در دستور کار قرار داده، او رو بسترساز کشته شدن دو تن در جریان سالروز تولد کیان معرفی کرده و از لزوم برخورد و مجازات او نوشتن. هر جای دنیا اگر یه نفری با خودرو عمدن به پلیس حمله کنه و پلیس رو بکشه، بقیه افراد پلیس ناچارن از قانون بکارگیری سلاح استفاده کنن و او رو متوقف کنن، چه در آمریکا باشه، انگلیس باشه، فرانسه باشه، بلژیک باشه، هر جای دنیا باشه. الان دیروز پسر عموی مادر کیان پیرفلک با خودرو عمدن حمله تروریستی انجام داده، دو نفر از مامورین نیروی انتظامی رو مورد اصابت قرار داده، یکیشون شهید شده، شهید محمد قنبری. بقیه پلیس‌ها ناچار بودن از قانون به کارگیری سلاح استفاده کنن تا او رو متوقف کنن، ولی بقیه رو هم می‌کشت. چه اتفاقی الان افتاده؟ چون که این فامیل کیان پیرفلکه نباید باش برخورد بشه، اگر زنده میمون هم حکمش اعدام بود و مقصر اصلی این ماجرا مادر کیان پیرفلکه که یک سال دائما در این آتش آشوب ها میدمید و این اتفاق افتاد. خدا نگهدار. درود به مبارزین راه آزادی. خیلی دوست داشتم ویدیو بگیرم، این حرفا رو توی ویدیو بزنم، ولی خب متاسفانه نشد. از دیروز یک سری اخبار از تیم فکر سایبری اومده بیرون، پخش شده و رسانه‌های مثل ماها که صدای مردمیم و رسانه‌های بزرگتر که تریبون دارن هم پخش کردن، حتی زودتر از ما. پیجای خود ایزه هم این اخبار رو پخش کردن و ما هم همین کار رو کردیم و بعد از نیم ساعت این اخبار حذف شده. وقتی اخباری حذف میشه و حتی تریبون‌های دیگه هم اعلام کردن که این اخبار غلطه و حذفش کردیم، ما هم همین کار کردیم، ولی حملهش به ما شده که آره شاهینلو حکومتیه، شاهینلو پرونده سازی میکنه. بابا خجالت بکشید، خجالت بکشید. 9 ماهه دارم فعالیت میکنم، 4 تا استوری اشتباه از ما اومده بیرون. توی 9 ماه 4 تا استوری اشتباه اومده از من بیرون. از من هیچ چی ندارید، نه آدمی هم که خودم بخوام با کسی سفید کنم، همیشه همین بودم، بدون حاشیه فعالیتمو کردم و نه دنبال قدرتم، نه ادام میشه هیچ چیزی. صبح تا شب نمیخوابیم، هیچ منتی نیست. اینایی که میگم با افتخار میجنگیم و غیرت و شرافت داریم و نه عادی سازی کردیم، نه به زندگی عادیمون برگشتیم، نه دنبال بیزینسمون رفتیم. همه کنسرتامون رو لغو کردیم. هنوز که هنوزه بچه‌ها خواستن که کنسرت برام باشون یا موزیک جدید باشم قبول نکردم. نمیتونم برگردم، دنده عقب نداریم. از روز اولم گفتم آقا ما دنده عقب نداریم، ما تا آخرش میجنگیم. ولی ربات هم نیستیم، ربات هم نیستیم، خداییش ربات نیستیم، ما هم آدمیم. البته پوریا زراعتی پیش از این با پروموت شاهینلو با انجام دادن یه مصاحبه اختصاصی تباه، واقعا دوستان یه مصاحبه اختصاصی شرم‌آور، پا میشه میره تو همون کشور دانمارک، محل زندگی شاهینلو، با این آدم مصاحبه میکنه پوریا زراعتی، که حالا من سعی میکنم قسمتهایی از اون رو هم خدمتتون نشون بدم و از خود تلویزیون ایران اینترنشنال هم خب قاعدتا پخش شد. و همین مصاحبه دوستان نقش بسیار بسیار پررنگی در چهره شدن این فرد بین جوانان و مردم ایران داشت. به نظر من یک پروژه بسیار بسیار خطرناک ایران اینترنشنال و پوریا زراعتی اجرا کردن. پوریا زراعتی بلند شده بود رفته بود، انگار که ماهی قزلالا اینا سیر کردن، بلند شده بود رفته بود کوپنهاگ که با این آدم مصاحبه بکنن. نیم ساعت مصاحبه است. برید مصاحبه ایشون رو شاهینلو با پوریا زراعتی در ایران اینترنشنال گوش کن. ببینید نیم ساعت فقط خزعبلات میشنوید، نیم ساعت فقط جفنگیات میشنوید و آقای پوریا زراعتی و ایران اینترنشنال میان این آدمه مغز معیوب رو به عنوان رهبر ارتش مردمی و اینا معرفی. اینا مسئولیت میاره، اینا خونه،
اینا بازی با مردمه، اینا بازی با احساساته، اینا کسای ساده دل رو میتونه تو تور دستگاه امنیتی بندازه و شما ها همه مسئولید. این اون چیزیه که من بارها روش تاکید میکنم. آقا شناخت ندارید وارد نشید. دوستان عزیز سکوت کنید، در جایی که نمیدونید سکوت کنید. سکوت رو برای همین گذاشتن. وارد معادلاتی که نمیدونید پیچیده از شناخت ندارید نشید. این داستانه و الان رژیم ادعی رو دستگیر کرده و براشون پرونده درست میکنه و بر اساس هیچ و پوچ، بر اساس هیچ و پوچ. یکی دیگه از گنگکاریای شاهینلو پخش اخبار فیک و سراسر دروغ در طول جنبش زن زندگی آزادی بوده. بارها و بارها من میتونم حداقل ده ها مورد رو دوستان باهاتون به اشتراک بگذارم از اخبار فیکی که شاهین و تیمش پخش کردن و باعث به حاشیه رفتن این انقلاب مردمی شدن. یکی از بزرگترین این اخبار فیک که توسط شاهینلو و اطرافیان و دوستانش منتشر شد، پخش خبر فیک و سراسر دروغ ترور کشته شدن قاضی صلواتی بوده، اونم درست شب اعدام محمد حسینی و محمد مهدی کرمی که باعث به حاشیه رفتن اخبار این دو قهرمان شد تا جمهوری اسلامی با خیال راحت این بچه های طفل معصوم رو اعدام کنه، در حالی که در فضای مجازی به جای اینکه تمام تلاششون رو بگذارن که این بچه ها اعدام نشن و با راه انداختن کمپین و برها طوفان توییتری سعی بکنن تأثیر بذارن در تصمیم جمهوری اسلامی، اما دیدیم که در فضای مجازی در اون تاریخ و اون لحظات مهم سراسر فضای مجازی سر خون نریخته قاضی صلواتی جشن گرفته بودن. یکی دیگه از خطاهای بزرگ شاهین و اطرافیانش صادر کردن فراخوان‌های متعدد ذیل یک تشکیلات یا گروهی به نام ارتش مردمی بود. هدف آزادی و ارتش مردمی دو در واقع تشکلی هست که تو درش نقش داری. میگم باز همه اینا که ما میگیم در واقع تو الان کسی هستی که از طرف خیلی ها داری صحبت میکنی. انرژی اصلی در داخل ایران هست، بچه هایی که دارن در واقع جونشون رو میذارن در داخل ایران هستن و تو در واقع کسی هستی که من میتونم راجع بهش ازت سوال بکنم و از طرف اونها شاید این اجازه رو داشته باشی که صحبت بکنی. این دو تشکل الان دارن چیکار میکنن و تو چه مرحله‌ای هستن؟ هوا هم خدا رو بهتر میشه شاید. دقیقاً این خوبه برام. ببین ارتش مردمی فرقش با هدف آزادی اینه که بچه هایی که پیر و جوان میخواستن بجنگن و عملی بجنگن برای ایران، برای آزادی ایران، برای فردایی بهتر، ما فقط سازماندهیشون کردیم، اینا رو جمع کردیم از بدنه خود معترضا هستش. هنوزم وجود دارن؟ نه هنوزم خیلی قوی تر داریم میرون جلو، خیلی قوی تر و خیلی 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 چیزها خواهید شنید. یعنی واقعا اینو به جرئت میتونم بگم هیچ کسی تا حالا پشتمون نبوده و از هیچ کسی کمک نخواستیم. فکر میکنم نقطه قوتتون هم همین هست، همین استقلالتون، یعنی تمرکزتون روی یه مسئله بدون اینکه اصلا دنبال در عالم سیاست چه میگذره. دنبال سیاست نبودیم، بچه‌ای هم که دارن مبارزه میکنن، سیاست ما توی ارتش مردمی صدای مردم بازار و کوچه است، فقط براندازیه، دنبال سیاست نیستیم ما. بله دنبال جنگیم، حتمونو بگیریم. واقعیت جالب بود. فراخوان‌های سراسر اشتباه که به دلیل مثلا راهنمایی‌های این جماعت بدون تجربه باعث ریخته شدن خون بسیاری از جوانای معترض انقلابی مون شد. یکی از بزرگترین همین راهنمایی‌های اشتباه که متأسفانه ادامه هم داره و دلیل اصلی انگیزه من برای ساختن این محتوا شد، ذکر مکان و زمان دقیق برای اعتراض و تجمع مردم معترض بود که همین کار رو باز هم دارن برای سالگرد انقلاب مهسا متأسفانه انجام میدن. انگار که دوستان گوشت رو لقمه کنی بذاری دهن گرگ. غیر این ارتش مردمی، البته اگه خاطرتون باشه
اون زمان گروهی هم یه شبه شکل گرفته بود به نام جوانان محلات که تلویزیون ایران اینترنشنال هم نقش بسیار بزرگ و پررنگی در معرفی این گروه مشکوک به مردم داشت. جوانان محلات تهران رو اول بررسی بکنیم و فراخوانی که دادن تقریبا در ادامه اونچه که در هفته‌های گذشته داشتیم. آقای گلچین، جوانان محلات تهران برای روز چهارشنبه فراخوان دادن، شنیدیم فراخوانشون رو. اعتراضات در شهرهای مختلف ادامه داره. همزمان تشکل جوانان محلات تهران فراخوان داده که برای روز شنبه مقابل دانشگاه‌های پایتخت دانشجویان و دانش آموزان تجمع بکنه. کاظمیان، اول از فراخوان مشترک جوانان محلات 20 شهر مختلف ایران شروع بکنیم. فراخوان دادن از فردا، همه بیان تا سوم آذر ماه. کنشگران، فعالان، جوانان محلات در 24 شهر فراخوان دادن که همه مردم دست به اعتراض بزنن. تا اون ببینیم، بررسی کنیم که دست کم 30 شهر جوانان محلات 30 شهر بجز تهران برای اعتراضات، تحصن و اعتصاب فراخوان دادن. میبینیم که بسیار فراخوان ها زیاده، از اقشار مختلف، از دانشجوها تا شهروندان تا همین جوانان محلات که اشاره کردی. درباره جوانان محلات تهران نکات مهمش رو گفتی، من از این وقت استفاده. جالب اینه که تمام فراخوان های جوانان محلات نیز توسط شاهینلو و همین به اصطلاح ارتش مردمی به طور کامل پوشش داده میشد و رابطه بسیار نزدیکی با این گروه متاسفانه ضرب زننده به جنبش انقلابی مردم ایران داشتن و دارن. اگه خاطرتون باشه، یکی از بزرگترین انتقادات به همین گروه جوانان محلات این بود که به خصوص در زمانی که هنوز خیابان‌ها خالی نشده بودند و مردم هر روز به خیابان‌ها می‌آمدند، چه فراخوان می‌دادند چه نمی‌دادند، اما این گروه جوانان محلات شروع کرد که فراخوان‌های فاصله‌ای رو بده، مثلا بگه دوشنبه‌ها یا چهارشنبه‌ها فقط مردم بیان توی خیابون‌ها، یا نهایتاً هفته‌ای دو بار بیان، و با طولانی کردن فاصله فراخوان‌ها خیزش مردم رو تا حد بسیار زیادی خاموش کردن. نمیدونم کدوماتون به خاطرتون هست این داستان جوانان محلات و فراخوان‌های فاصله‌ای که داد و واقعا باعث شد که جنبش، یکی از دلایلی که جنبش به محاق رفت همین نوع فراخوان دادن جوانان محلاتی بود که با خب شاهینلو هم ارتباطات بسیار نزدیکی داشتن و دارن. البته همین گروه ارتش مردمی هم توسط ایران اینترنشنال پروموت شده و میشه و مطمئن باشید دوستان، بلایی که جوانان محلات سر ما آورد، این گروه اگه جلوش رو نگیرن بدترش رو سر ملت ایران خواهد آورد. ببینید آقای بهبانی، اون داستان محلات بود، جوانان محلات. آره، چی شد اون؟ آقای بهبانی، این حرفا چیه؟ بچه بازیه مگه؟ چهار تا آدم بشینن آقا ایرانی‌ترنشنال مصاحبه میکرد، گفتگو میکرد، آقا نمیدونم جوانان محلات هر کردن بر کردن. آقای بهبانی، والا بلا به خدا من نظرتنگ نیستم، اگه کسی باشه من با کمال میل والا حاضرم برم چه میدونم کولشون بگیرم، حاضرم برم چی اسمش نوکری اونا رو بکنم، خب بلکه این پیش بره. ولی من میدونم اینا دروغه، آخه جوانان محلات محلی از اعراب نداره، اینا ربطی ندارن. کدوم جنبشی میاد آخه؟ چهار تا علافی که تا دیروز نه چیزی هم خواهد اینه که خلق و سائل محلات، این به اون، این به این، ما جشن ما میکنیم ما میاریم، این حرفا چیه؟ کوشن این جنبش محلات؟ چرا یکیشون رژیم نیومد پشت تلویزیون؟ چرا اینا که این همه داستان درست میکردن نیستن؟ دوستان عزیز، خواهش میکنم به هر چیزی که نمیشناسید، به هر چیزی که دقیق ردشو ندارید اعتماد نکنید. این تجربه من میگه به هر چیزی و به هر کسی که ردشو نداری، دقیق نمیدونی، شناخت نداری، نمیشناسی، تحت هیچ عنوان اعتماد نکن، میخورید. این تجربه چرا چند ساله من، این درگیری چرا چند ساله من با دستگاه امنیتی میکنم. چون خیلی اون موقع که من آمدم راجبه این شاهینلو گفتن که آقا حالا چی کار داری بذار بگه، درسته یادتونه؟ خاره دیگه، منم هم همه میدونم دیگه. حالا نتیجهش همه اینا همه دیگه سکوته. این داستان ارتش مردمی که میگفتن کو،
حالا ایران اینترنشنال میاد جواب بده، پوریا زراعتی میاد جواب بده، بگه آقا اصلا فکر کنید یا این داستان ارتش مردمی که میگفتن چی شد؟ این شبکه هایی که میگفتن در سراسر ایران گسترده است، هر یکی که دستگیر میشه همه اعضای خانواده میریزن فلان. آقا هر یه نفر که تو خونه دستگیر میکنن همه خانواده سوراخ موش میرن قایم میگیرن. این حرفا چیه؟ مگه همین طوریه؟ مگه مبارزه مثلا پیکنیکه؟ نه، در اما همونطور که عرض کردم، پوریا زراعتی که در طول این تقریبا یک سالی که از انقلاب زن زندگی آزادی میگذره، با چهره کردن افرادی چون شاهیندو کم واقعا گن نزده به این انقلاب مردمی ملت ایران. این آقا مصاحبه اختصاصی خب به هر حال ترتیب میده با این چهره مثل شاهیندو. عنوان مصاحبهش رو دوستان میگذاره ساماندهی ارتش مردمی، و به زعم خب پوریا زراعتی هم چون صاحب این گروه ارتش مردمی شاهیندو بوده، از ایشون در این مصاحبه به عنوان شناخته شده ترین شخصیت‌های این انقلاب یاد میکنه. واقعا آدم ببخش این کلمه رو میگم، نمیتونم واقعا، فقط این جمله میتونه منظورم رو یا اون چیزی که تو قلبم هستش رو کامل بهتون بیان کنه. آدم پشماش واقعا میریزه، دقیقا با همین شدت و حدتی که بهتون گفتم از شنیدن بعضی از جملات هیچ پشمی برای آدم نمیمونه. یعنی چی شناخته شده تن این شخصیت تو این انقلاب؟ یه آدم لومپنه که در طول این مدت جز ضرر زدن به ملت ایران و کسایی که به هر حال میان در خیابان ها اعتراض میکنن باعث شده که حداقلش این باشه که خیلیشون به زندان پاشون کشیده بشه، خیلیشون باعث پرونده سازی های بدجور براشون بشه صرفا به خاطر به اصطلاح راهنمایی های این آدم و تیمش. و تو میگی چی بگم، شناخته شده ترین شخصیت های این انقلاب، شخصیت شناخته شده که تا قبل انقلاب مهسا با افتخار ویدیوی لایو خف کردن یه شاخ مجازی و در ظاهر خواننده رپ دیگه به نام فیمس حاجی اگه اشتباه نکنم رو پخش میکنه، اونم به صورت لایو به اتفاق دوستاش، به قول خودش میرم بالا سرش که ادبش کنن، چون به امیر تتلو یه روانی کودک‌آزار دیگه فحاشی کرده بود، همین شاهیندو این کار رو کرد. و همونطور که عرض کردم این اتفاق تباه رو هم به صورت لایف از صفحه شخصیش پخش کرد. مردتش اینجا نزنیدش ها راجعه همینه راجعه همین چه خواهیش خوبش شخصیت شناخته شده شما آقای پوریا زراعتی تا قبل از انقلاب مهسا چنین کارکردی داشته، خجالت نمیکشه واقعا؟ شرم نمی کنی از خون این همه بچه که کف خیابون نیست؟ شرم نمی کنی که همچین عناوینی رو به شاهیندو و امثال شاهیندو اینجور مفت و مجانی خیرات می کنی؟ واقعا دوستان من نمیدونم چطور میشه یه روزی امثال پوریا زراعتی رو این همین فیمس حاجی که بهتون گفتم یقه بکنه آدم، چند تا پسی آبدار بهش بزنه که چرا آخه چنین لومپنایی رو به عنوان چهره های شاخص مبارزه به مردم غالب کردی. و عرض کردم بهتون حداقلش این بود که باعث گرفتاری و حداقلش به زندان رفتن خیلی از این چهره ها شد، و حد اکثرش هم که باعث شد که خیلی مفت خیلی مفت خون این بچه ها کف خیابونا ریخته بشه صرفا به خاطر همین راهنمایی های اشتباه امثال شاهیندو. چون حرف از مهمانان پوریا زراعتی در برنامه‌اش در تلویزیون ایران اینترنشنال به میون اومد، بهتره که با هم یه نگاهی به صورت خیلی سریع به مهمانان پوریا زراعتی در این مدت بندازیم. مهمانایی که بسیاری از اونها نه نامی در بین ملت دارن نه آبرویی.
تنها برای نان و پول و مطرح شدنی که در برنامه افرادی چون پوریا زراعتی حضور پیدا می کنند. و این رو هم بگم که ثابت خواهد شد در آینده بسیاری از این افراد پروژه‌ای بودن برای رهبرسازی برای مردم ایران. مهمان این بخش من رو حتما همه میشناسید با اون جمله معروف بالاخره میگیریمشون. دکتر کاوه موسوی، حقوقدان و داور دیوان بین‌المللی، داوری در استودیو با من هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید و خوشحالم که باز در خدمتتون هستم. علی ابراهیم زاده خوش آمدی و خوشحالم که بار دیگه با تو هستم. ما تو رو قرار بود از استودیومون در لس آنجلس داشته باشیم، متاسفانه مشکل فنی پیش اومده و الان فعلا با اسکایپ تو رو داریم. امیدوارم که این مشکل تا ادامه گفتگومون حل بشه و تو رو از طریق استودیو داشته باشیم. علی، سوال اول من از تو، اوکی هستی؟ فکر میکنم موبایل رو با دستت گرفتی. آره، قرار بود که برنامه لایو باشه، من الان با دستم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، در خدمتتون هستم. آقای دکتر بفرمایید که شکایت در چه مرحله‌ای قرار داره الان؟ الان هم در اداره جنایات جنگی، همون اداره‌ای که در سوئد من باشون تماس گرفتم، راجع به حمید نوری شادی صدر، حقوقدان و از مدیران عدالت برای ایران، امشب در بخش انتهایی برنامه مهمان من هست. خوش آمدید خانم صدر، خوشحالم در خدمتتون هستم. شکایت شما در چه مرحله‌ای قرار داره در ابتدا، اگه توضیح بفرمایید. همونطور که اشاره کردین، در واقع مبنای اصلی شکایت ما این هستش که گفتگوی اختصاصی من رو ببینید و بشنوید با نازنین بنیادی. نازنین بنیادی، خیلی ممنون از اینکه تقاضای گفتگو با من رو قبول کردی. بعد مدت هاست با هم صحبت میکنیم. خیلی خوشحالم پوریا جان. آقای دکتر خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. فکر کنم به سیاق برنامه‌های خودتون شما یه تست مزدوریابی باید از منم بگیرین قبل اینکه با من صحبت بکنین. ضرورتاً عرض کنم که مهرامیزترین درودهای خودم رو تقدیم هموطنان جوانسال خودم، هموطنان اواخر دهه 70، هموطنان بسیار نازنینم دهه 80 ها، و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. که مسیح علی نژاد، خیلی خوشحالم که در شهر زیبای پاریس با تو گفتگو میکنم. زمانی که این گفتگو پخش میشه قطعا تو چند مصاحبه انجام دادی بعد دیدارت با امانوئل مکرون، اما اینجا لازمه من ببیننده ها بگم که این اولین گفتگوی تلویزیونی مسیح علی نژاد هست، لحظاتی بعد از اینکه از کاخ الیزه اومده بیرون و داره با من صحبت میکنه. سام رجبی، علی ابراهیم زاده، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و فکر میکنم اولین گفتگوی تلویزیونی هست که شما دوتا کنار هم حضور پیدا میکنید و مصاحبه انجام میدید. کریم سجادپور، خیلی خوشحالم که برای بار دوم در یک گفتگوی اختصاصی با شما هستم. در ابتدا اگه صحبتی داری خطاب به بیننده های حرف آخر بگو که من سوالاتم. نازنین نور، بازیگر و فعال حقوق بشر، فارغ التحصیل روابط بین الملل از دانشگاه جورج میسن امریکا، ساکن لس آنجلس اما امشب از واشنگتن دی سی مهمان من هست. خوش آمدید نازنین. در ابتدا اگه صحبتی داری خطاب، بسیار خوش آمدید، بعد مدت ها در خدمتتون هستم. در ابتدا بگیم واقعا صحبت های مهمان بخش قبلی رو که آدم میشنوه میفهمه که واقعا یک نسل جدیدی از ایرانی ها الان اومدن وسط میدون که این امید رو بیشتر میکنه. خود واقعا بهشون افتخار میکنیم. شاهینلو، خواننده معروف، خیلی خوش آمدید به حرف آخر و خیلی خوشحالم که هم اولین بار میبینمت و هم اولین بار با هم گفتگو میکنم. آقای وحید بهشتی، خوشحالم که برای اولین بار باهاتون گفتگو میکنم. سپاسگزارم از اینکه من رو در برنامه خودتون داشتید. این شخصیت شناخته شده البته به دلیل همون بی‌سوادی و لومپن بودنش بارها خواسته و ناخواسته در جبهه جماعت تجزیه طلبم دوستان بازی کرده و براشون گل هم زده. یکی از توییتاشو الان ملاحظه میکنید که از هموطنان ترکمون به عنوان ملت ترک یاد میکنه که اونا هم خواهان حمایت از سایر ملت‌های تحت ستم جغرافیای ایران زمین شدن. شاهیندو به قول سپید بانو کسیه که از تظاهرات و شعارهای فربه سازمان مجاهدین و طرفداراش حمایت کرده و اونا رو پوشش داده و همینطور به هر کسی که علامت تاج کنار اسمش بود حمله میکرد و میگفت که اینها فیکن و سایبری هستن و بعد همشون رو بلاک کرد، که البته بعد اینکه مواجه میشه با قدرت جریان ملی ایران 180 درجه تغییر موضع میده و در توییتی که ملاحظه میکنید از پادشاهی خواهان و شاهنشاه شروع به حمایت میکنه. البته احتمال داره پوریا زراعتی، چون خیلی موله از نظر من این آدم، چنین مشاوره ای رو
به شاهینلو داده باشه، چون خودش عرض کردم شخصیت بی سوادیه، حداقل علاوز سیاسی و چنین درایتی رو نداره که بخواد چنین تصمیم گیری هایی رو کلن اصلا ما کوچیک مردم هم همیشه هم گفتم صدای مردم بودیم، صدای صادق مردم بودیم. البته اگر چی بهش میگن، اگر لایقش باشیم واقعا، ولی از روز اول سعی کردم روی یه ریل حرکت کنم، زیاد از این شاخه به اون شاخه نپرم، چون آدم سیاسی نیستم و خواستگاه صدای بچه های کف خیابون بودم تا الان و تا آخرش هم هستیم دیگه، تا آخرین نفس می جنگیم. پس خودتو یک مبارز سیاسی میبینی بیشتر تا فعال سیاسی؟ 100%. من اصلا با سیاست کاری ندارم، تحلیلگر سیاسی نیستم، بلد نیستم، سوادش ندارم، ولی مبارزم. دقیقاً به دلیل همین رفتاراست که عرض میکنم دوستان این بابا هم بی سواده و همین که یه لومپن به معنای واقعی، و من ایمان دارم اگه بهش بگی چپ چیه، کمونیست چیه، ملیگرا کیه، فقط این سیامک انصاری بود تو سریال های مهران مدیری، به روبروی دوربین زل میزنه. جالبم اینه دوستان که خانومی به نام فروغ کنعانی که تازگی ها زیاد در ایران اینترنشنال به عنوان کارشناس به هر حال میارنش و به خورد ملت میخوام بدن، این آدم هم یکی از افرادیه که در مورد حجاب اجباری و همین ارتش مردمی بارها و بارها صحبت کرد و این جماعت رو پروموت کرد. و پوریا زراعتی هم متاسفانه با این خانوم که من واقعا تا به حال تا قبل از این داستانا حتی یک بار هم نامش رو نشنیده بودم، باش مصاحبه اختصاصی هم کرده. مهمان این قسمت من یک پژوهشگر جامعه شناسی هست با گرایش پایداری اجتماعی که گفتم شاید بد نباشه امروز باشون راجع به این مسئله صحبت بکنم و اینکه ما چطور میتونیم دوباره خیابان رو در دست بگیریم در این فراز و نشیب انقلابی که 7 ماه گذشته در جریان بوده. خانم فروغ کنعانی بسیار خوش آمدید به حرف آخر و خیلی خوشحالم که برای اولین بار باهاتون گفتگو میکنم. درود به شما های زراعتی، بسیار متشکرم از دعوتتون و من هم خوشحالم که این فرصت رو دارم در خدمت شما باشم. خیلی اعتقاد دارن دوستان ایران اینترنشنال از زمانی که دید پروژه جوانان محلات دیگه آنتن نمیده و حناش پیش مردم رنگی نداره، با پروموت امثال شاهینلو ارتش مردمیش به دنبال جوانان محلات جدیدی میگرده که از نظر خودش بتونه تأثیر بذاره در فرایندهای اعتراضی ملت ایران. اما بزرگترین خیانت شاهینلو و رفقاش و هر کسی که این جماعت رو تبلیغ کرده و میکنه، در ابتدا هم عرض کردم و دلیل اصلی انگیزه من برای ساختن این محتوا شد، فراخوان اخیرشون است که بر سیاق فراخوانهای قبلیشون برای سالگرد مهسا امینی در 25 شهریور صادر شده که در این فراخوان هم زمان رو مشخص کرده، هم مکان رو، و از اونجایی که 25 شهریور روز بزرگیه، شک نکنید که دوستان، شک نکنید چنین فراخوانایی جز به فنا دادن جوانان و نوجوانان ایران دوست اما بی تجربه و هیجان زده برای ایران و مردم ایران و جنبش اعتراضی ملت ایران ارمغانی نداره. 25 شهریور ماه تهران، رأس ساعت 11 صبح، نه زودتر نه دیرتر، به صورت همزمان از کوچه ها و خیابان های مختلف در حد فاصل میدان امام حسین و میدان آزادی وارد خیابان شده و به هم میپیوندیم. برای حفظ پراکندگی در طول خیابان میبایستی حتما در لحظه ورود همزمان به خیابان از ورودی های منتهی به سمت محل زندگی و یا شهرمان استفاده کنیم. این تجمع میدانی مشترک برای تمام جنبش های 45 سال اخیر با مطالبات مختلف است که خواسته از عزم ملی خود ما مردم ایران است. تجمع هیچ لیدر میدانی ندارد و مسیر و هدفمان در خیابان را خواست و هوش جمعی خودمان انتخاب خواهد کرد. فقط یادمون باشه چه به سمتی حرکت کنیم، چه تو خیابون آزادی انقلاب باقی بمونیم. در تمام مدت تا رسیدن به هدف به هم متصل باقی میمونیم و از هم جدا نمیشیم. این تجمع تا رسیدن به خواست ملی من هر روز تمدید میشود. رأس ساعت 11 صبح، نه زودتر نه دیرتر. خودتون ملاحظه میکنید دوستان، فراخوانای شاهینلو و به اصطلاح ارتش مردمیش که حتی نقشه ریز چگونگی شگیری تجمعات رو هم کشیدن، خیابوناش، نقاطی که مردم باید تجمع کنن، میبینید که این آدم حداقل 4 تا صفحه اینستاگرام داره که کمترینش بالای 200,000 نفر فالوور داره رفقا.
همین کانال تلگرامش رو ملاحظه میکنید، چند صد هزار نفر فالوور داره. همیشه من اینو میگفتم، همیشه نمیدونم استوری من دنبال میکرد یا نه، همیشه صدای من این بود آقا تهران باید یک نقطه مشخصی باشه، چون بچه ها همه سردرگمن. آقا مثل اینه که شما بری عروسی فقط بهت بگن توی فلان محله، نه پلاک خونه رو بهت بدن، نه زنگ رو بدن، هیچ چیزی بهت ندن، گیجی. تهران به اون بزرگی باید یک نقطه باشه که همه جمع بشن اونجا. ولی خب در مقابلش این انتقاد هست که اگه یک نقطه باشه خب اونها هم برای سرکوب آماده میشن. خب آخه اینو همیشه وقتی که طراحی میکردیم، یعنی تو فکرش بودیم، همیشه واسهش یه مقابله به مثل داشتیم. ما برای اون روز خیلی تدارکات دیدیم. حالا میگم شاید خیلی ها ندونم، فقط فکر کنن صرفا یه فراخون بوده. نه اینجور نبوده، یه فراخون بود، صبح تا شب بیداریاشو کشیدیم، تجهیزات پخش کردیم، همون جوری که اونا تدارکات دیدن ما هم تدارکات دیدیم و نذاشتیم خیابونا رو ببندن. خیابونا فقط شاید یک ساعت بسته شد، باز کردیم خیابونا رو دوباره. بچه ها واقعا از جون مایه گذاشتن، بچه ها سنگ تموم گذاشتن، بچه های خود شهر زیبا که بچه های لوکال بودن همه مناطق رو میشناختن، ورودی هایی که مزدورا میمدن میدونستن، یه جوری بهشون آسیب زدیم، یه اختلالی توی کارشون ایجاد کردیم که بچه‌ها بتونن جمع بشن توی نقطه. حتی اتوبان باکری، بله یه ویدیو بود که اتوبان باکری رو گرفتن بچه‌ها بستن. میگم اینا بچه‌ها بچه‌هایی هستن که 7 ماه کف خیابون دارن می‌جنگن، تجربه دارن، الان دیگه نمی‌ترسن با یه گاز اشکبار پخش و پلا نمی‌شن. دوستان، فراخوانی از طرف شاهینلو حامی وثوق و هومن خلیلی انتشار پیدا کرده. برای روز 25 شهریور در ساعت 11 صبح در مسیرهای مشخص بر اساس فرمایش اعلی حضرت رضا شاه دوم، فراخوان باید برای کل کشور باشه، به خاطر اینکه نیروی سرکوبگر نتونه سرکوب کنه. فراخوان موقعیت دار، زمان دار، اون هم برای مطالبه گری، خواسته یا ناخواسته بوی فریب اصلاحات میده. سال 88 نیست و ما دنبال رأیمون نیستیم. مردم به دنبال براندازی نظام جمهوری هستند، نه مطالبه از رژیم فاقد ارزش و اعتبار. این فیلم رو برای مردم داخل ایران گرفتم که فریب نخورن. شما که داخل ایران هستید و موقعیت های شهرهاتون رو بهتر میدونید، میتونید فراخوان بدید و به خیابان بیایید. شما بهتر از هر کسی میدونید چطوری باید میدانی عمل کنید. فراخوان از بیرون کشور فاقد اعتباره. مهم نیست که این فراخوان رو داده، ولی شک نکنید رژیم دنبال دستگیری لیدرهای میدونیه. مطمئن هستم سایبری ها الان شروع به فحاشی و ریپورت من میکنن، اما مهم نیست. مهم جان عزیز شماست که نباید بی خودی به خطر بیفته و بیشک ما آروم نمیشینیم تا انقلاب ملی مردم ایران رو به سرقت نبرن. پاینده ایران ورجاوند تا ابد جاوید شاه. کسی برگرده بگه نه اینا کیان و تأثیر نمیذارن، دروغه. اینا تأثیر میذارن بین جوانان ما، تأثیر میذارن بین نوجوانان بی تجربه ما.
تأثیر میذارن بین نوجوانان بی تجربه این مملکت که دل در گروه نام ایران دارن، میخوان این آخونده رو از این مملکت بیرون بکنن واقعا، اما به دام این افراد میفتن و واقعا من نمیدونم چی میگن. تنم میلرزه دوستان وقتی میبینم که این آدم ها، اینجور آدم ها دارن نقش آفرینی میکنن و تلویزیون ایران اینترنشنال رو کسانی مثل دستندرکاران این تلویزیون دارن پروموتشون هم میکنن. این آدم ها رو خودتون دیدید و شنیدید که چطور شاهزاده رضا پهلوی هم در گذشته و هم در همین آخرین مصاحبهشون به صراحت از فراخوانایی حمایت کردن که در اون زمان و مکان خاصی ذکر نمیشه و مردم رو دعوت کردن که در هر جایی که میتونن دور هم جمع بشن و سعی بکنن که فقط تعدادشون رو بیشتر و بیشتر بکنن. اصطلاحی هست که میگن که یک زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقش قدرت داره. هر چقدر این حلقه ها قوی تر باشن کل زنجیر قوی تر میشه. از من زمانی انتظار داشته باشید که در حدی که شما اون انتظار رو دارید بدونید که اولا یک دست صدا نداره و خود شما همیهنان هم تشکیل دهنده این زنجیر هستین. اگه کل زنجیر قوی باشه هممون میتونیم محکمتر و قوی تر صحبت بکنیم، من جمله خود من، ولی این کار رو به تنهایی نمیتونم انجام بدم، این کار رو باید با همدیگر پیش ببریم. واقعا روشنگری کنید دوستان، نذارید باز این جماعت انقلاب ملت ایران رو به انحراف بکشونن. یکی از توییت های شاهینلو رو ملاحظه میکنید در پیوند با همین فراخوان مربوط به سالگرد انقلاب مهسا هست، نوشته که پس از 45 سال اعتراضات و جنبش های مختلف، این بار تمام مطالبات خود از سیاست تا فرهنگ، از اقتصاد تا طبیعت، از هنر تا صنعت رو یک جا گرده هم میاریم و با صدای واحد در میدانی مشترک سیلی میشویم برای شکستن سد راه خود در راه رسیدن به ایرانی آزاد و آباد. در روز 25 شهریور رأس ساعت 11، نمیدونم چی بگم واقعا، از یکی از کوچه ها و یا خیابون هایی که در امتداد مسیر خانه یا شهر خودمان است وارد خیابان انقلاب آزادی می شویم. خب خیابان انقلاب آزادی مگه چقدر ارزش است؟ توی این خیابون اگه نیروهای سرکوب سر ته خیابون رو ببندن چه اتفاقی می افته برای این بچه های ما؟ اگه جمعیت میلیونی نیاد، حالا جمعیت میلیونی بیاد احتمال اینکه سرکوب کنن کمه، خب 1% تو باید بذارین که جمعیت میلیونی نیاد، چه اتفاقی می افته؟ هر کدام در ادامه نوشته، هر کدام ما نقطه‌ای در این خیابان است که با یکدیگر جمعیت میلیونی متحدی را رقم خواهیم زد که در برابر آن هیچ دستگاه سرکوبی توان مقابله نخواهد داشت. اومدیم جمعیت میلیونی نیومد، آقای تئوریسین، خب این بچه‌ها رو که درو میکنن. تو نباید به عنوان کسی که این همه آدم دنبال کنندت هستن، بالاخره 4 نفر حرفت رو گوش میکنن، 1% رو بر این بذاری که ممکنه جمعیت میلیونی نیاد. نباید فراخوان ما به صورتی باشه که باعث دستگیری و کشته شدن این بچه ها بشه. شنیدید آقای مصداقی چی گفت؟ و متاسفانه من نمیدونم، خیلی خفه شدن، حرف نمیزنن، چیزی نمیگن، یقه این آدم ها رو نمیگیرن. به هر حال این محتوایی بود که دوستان من وظیفه خودم دونستم که در مورد شاهینلو آماده بکنم، مخصوصا در پیوند با این فراخوان جدیدش، و امیدوارم که اون کسانی که حتی اطمینانم دارم به این بابا، من در سراسر این محتوا نگفتم، یعنی حداقل اتهام این که آدم دستگاه امنیتی هست و نزدم بهشون، ولی این کار کرد جز بازی کردن و گل زدن به نام دستگاه امنیتی نتیجه دیگری ندارد. امیدوارم اون کسایی، اگر رفقای صدای منو میشنوه، خودی صدای منو میشنوه، کمی مسئولانه تر، کمی فقط مسئولانه تر برخورد بکنه با این راه پرخطری که درش قدم برداشته و قدم گذاشته و بدونه که داره چه میکنه. بس خون جوانای این مملکت است، خودش در یک کشور امن نشسته، حالا بماند که فراخوان داره میده، من اون کاری ندارم، ولی حداقل بدون چه نوع فراخوانی داره میده. اما دوستان برای فصل پایانی این محتوا صحبت‌های آقای ایرج مصداقی در فکر می‌کنم نزدیک به 3 ماه پیش
که در کلاب هاوس حضور پیدا کردن و ما گفتگوی اختصاصی هم باشون داشتیم و در مورد مسائل مختلف به خصوص همین آقای شاهیندو صحبت کردن. خالی از لطف نیست بریم با هم دیگه همین صحبت های چند ماه پیش آقای مصداقی رو گوش بکنیم. خیلی به این محتوا کمک میکنه برای فهم بیشتر به هر حال داستان شاهینلو و اتفاقاتی که پشت این نام تا به حال ما شاهدش بودیم و متاسفانه بسیاری از اونها اتفاقات خوبی نبوده. بریم هم دیگه گوش بکنیم، برمیگردیم برای خداحافظی خدمتتون خواهم رسید. مثلا بذارید من یه نمونه خدمتتون بگم، چون من اینو خطرناک میدونم خدمتتون میگم. من خانم پهلوی رو دیدم چجوری شعر میکنن خزعبلات، جعلیات و اطلاعیه و یا فراخوان‌های بسیار بسیار خطرناک یک عنصر از نظر من بی‌مسئولیتی به نام شاهینلو. اونچه که ایشون میکنه، اونچه که ایشون ادعا میکنه دروغه و این در واقع تبلیغ نوعی اوباشیری در سطح جنبشه. قبل از ایشون اون عبدالرضایی بود، یک شاعر ابلهی یا که به شعرهای اینون هم سرقت میکرد تحت عنوان نمیدونم آنارشیسم و آنارشیسم و اینا موتو وارد شده بود و یک خزعبلاتی رو هم میگفت و ادعا میکرد که فالوورهای میلیونی در ایران داره. جناب آقای حالا ما مصطفی عزیز، منظورتون آقای علی عبدالرضایی موتا هست، شاعر؟ بله 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 بله. اینو من اینو من از ایران میشناسم. یه سری شعرهای نو بی سر و ته میگو ولی با سواد بود. البته شاعر آنچنانی نبود. ظاهرا هم فکر کنم خیلی تندرو شده دیگه. حزب آنارشی. ببین نه دوست عزیز، تندرو که اینا کار نداره، بشین اینجا پشت نمیدونم یه دونه گوشی یا یه لپتاپی یا یه داستانی بعد شروع کنی مزخرف‌گویی. بله این کسی بود که میگفت نمیدونم برید حمله کنید، نمیدونم فروشگاه ها رو بگیرید، غارت کنید، به زن پاسداران نمیدونم زن آخوندا، دختر آخوندا تجاوز کنید. یه آدم بی سر پای، یه آدم بی حیثیتی که خب از این اراذل و اوباش پیداشون میشه. و بعد یا دروغ‌های عجیب و غریبی که یارو شاهیلو اومده مطرح کرده، یه آدمی که نه سواد درست حسابی داره نه تجربه مبارزاتی داره، قبلا سایت شرط بندی داشته. خب فکر کنید یه همچین کسی امروز بخواد بیاد بشه جلودار جنبش و خانم یاسمین پهلوی از ایشون رو شعر کنن مطالبشون رو، به نظر من این کار پسندیده نیست و این کار به نفع شاهزاده رضا پهلوی نیست و این رو من صراحتا عرض میکنم. یه نمونهش رو خدمتتون گفتم که بگم که در واقع چه آسیب هایی میتونه، رژیم هم این وسط فعال، رژیم هم اینجا دوری نیست که ساکت نشسته باشه. حالا نه اینکه اینا عوامل رژیم باشن و نه. من اینا رو عواملی میدونم به نوعی دنبال مطرح کردن خودشونن، گاه دنبال نمیدونم عقده های فروخفته هستن، گاه طلبی ها هست. وگرنه فکر کنید کسی که تو عمرش یه روز نه سابقه مبارزاتی داره نه تجربه مبارزاتی داره نه نمیدونم چی، الان شیبه های جدید مبارزاتی نمیدونم، شما نمیدونم دیدید پوریا زراعتی این رو برداشته بود آورده بود توی ایران اینترنشنال و نقش بسیار بسیار مخربی که ایران اینترنشنال در مطرح کردن بعضی از این چهره ها داره و اینها رو به عنوان روش های مبارزاتی، به عنوان رهبران یا به عنوان فعالین. شما برید نگاه کنید اون مصاحبه‌ای که پوریا زراعتی با شاهینلو داره، از نظر من یکی از میتونم بگم کارهای زشت تحت عنوان خبرنگاریه، یکی از کارهای شرم‌آور تحت عنوان خبرنگاریه. اینا هیچ ربطی به خبرنگاری و نمیدونم تهیه برنامه و اینها نداره و اینا به هیچ وجه به نفع جنبش نیست. و خب ما قبلا هم دیده بودیم همین چه میدونم هر روز این پوریا زراعتی شیاد حقوقبازی مثل اون کاوه موسوی رو برمیداشت می آورد و اون هم یه مش خزعبلات را چه به مسائل مختلف مطرح می کرد. ببینید میخوام این رو عرض کنم خدمتون، اگر من این رو گفتم به واقعیتش من جز نیت خیر در این رابطه چیزی ندارم و واقعا خیرخواه
این شاهزاده رضا پهلوی هستم و به عنوان کسی که تجربه داره و میبینه و این توطئه ها رو میبینه و این شیاط ها رو و یا این آدم های متوهم رو در طول این سالها دنبال کرده، این رو عرض میکنم. وگرنه میدونم جامعه ما از حقاها گذشته. من حالا نمیخوام اسم بیارم و نمیخوام بگم و من میدونم حتی چه کسانی دنبال حقا را افتاده بودن، که خب بیش از هر کسی سرویس امنیتی از او استفاده میکرد و از در واقع به اصطلاح پروژه او. اینه که من فکر میکنم اگر سنجیده تر حرکت بشه بهتر. بله دوستان، صحبت آقای میساقی رو شنیدید. به پایان این محتوا رسیدیم. دم همتون گرم. لطف کنید که لایک کنید، با لایک کردنتون از کانال خودتون حمایت بکنید. اون دوستانی هم که میخوان به کانال کمک مالی بکنن، میدونن که با فشردن گزینه تنکس میتونن این کار رو انجام بدن. پس از خداحافظی بنده هم حدود 2 دقیقه از صحبت‌های آقای مصداقی در مورد اهمیت ایران و اینکه فرصت زیادی واقعا نداریم، چه من، چه شما، چه هر کسی که به نوعی داره مبارزه میکنه با این رژیم اهریمنی، این فرصت رو باید غنیمت بشماره و واقعا اگر این فرصت ها رو از دست بدیم، شاید زبونم لال، دیگه ایرانی رو اصلا نداشته باشیم که بخوایم قصهش رو بخوریم یا نگرانش باشیم. دم همتون گرم. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود. یه روزی عقده های شخصی، فردی، گروهی ایران رو انداخت توی بغل آخونده، همین گروه های سیاسی بدون ذره فهم و درک و شعور همراه و همقدم و همدست شدن با خمینی، به خاطر ضدیت با رژیم پهلوی، به خاطر ضدیت با شاه، به خاطر ضدیت با ساواک و و و و ایران رو دو دستی تقدیم آخونده کرد. امروز داره ایران نابود میشه. اینا به خاطر عقده‌های فردی و شخصی و گروهی، و این یارو فکر میکنه من زندانی زمان شاه ازش بگیری دیگه این گربه میمونه، سیویلش زده باشی نمیتونه راه بره. خب این هنوز دنبال هویت خودش میگرده که ازش بگیری دیگه اصلا انگار بی هویت میشه. این دلگردگروی میهن نیستش که ایران داره از بین میره. این همچنان داره برای ما روزه میخونه، همچنان روزه دیدید اسم روزه عاشورا بود، نمیدونم تاسوعا و یزید و شمر و هرمله و خولی و عمر سعد، اینم هر روز نگاه میکنی نشسته اونجا برای ما روزه ساواک و نمیدونم و و و و کی شکنجه کرد، کی برد، کی کشت، کی خورد، کی پلا. بابا تموم شد، اونا هیچ کدوم زنده نیستن اصلا. ول کنید، دست از این روزه خونی ها بردارید. تا کی میخوای داستان سر بریده امام حسین برای ما بگی؟ بابا ما همه فوت آبیم. هر چی شما بخواید راجع به جنایت ساواک بگید، اون بچه‌ای که تو مدرسه رفته فوت آب داداش، برای همه این داستانا رو گفتی، هنوز طرف میاد تو خیابون میگه رضا شاه رو بد شد. بابا یعنی اینایی که تو میگی جز نفرت عمومی هیچی رو هیچ سمپاتی به تو جلب نمیشه. اگه میخواست بشه که ملت اینجوری نمیرفتن بگن که آخ دارید بیارید عرضه کنید، خدا پدرتون رو بیامرزه، شما بیارید عرضه کنید اگه من نرفتم حمایت کنم. نیست، میخواید ملتم با نیستی خودتون همراه کنید. بابا دوستان عزیز نگاه کنید، ایران داره از بین میره. والا یه موقعی دایناسورها از بین رفتن، لاغر 4 تا کلاغ و چه میدونم فلان ازشون باقی موند. دوستان عزیز از شما از بین برید همین کلاغ هم باقی نمیمونه ها، دردآوره ولی واقعیته. یه نگاه به این جریانات سیاسی بکنید، یه نگاه به جریاناتی که بهش وابسته اید بکنید، ببینید شما سر بذارید زمین از اون چی در میاد. هیچ. اینه، این خطری است که ایران رو داره تهدید میکنه و اینا نمیخوام ببینن. نمیدونم قصدی هست، عمدی هست، نادانیه. نه آقای بباری، نه قصد و عمد که اینا هویتشون رو در این میبینن دیگه، میدونید غیر از این بر خودشون هیچ تعریفی ندارن و اینا نمیخوان بپذیرن و نمیخوان اشتباهاتشون رو بپذیرن. متاسفم.